شیطان. الله تعالی فرمود در حقیقت شیطان برای شما دشمن است، پس او را دشمن گیرید. جز این نیست که او تابعان خود را می خواند تا از اهل دوزخ باشند. سوره فاطر آیه 6. شیطان اولین دشمن فرزندان آدم است. در هر راه آنها می نشیند تا آنها را گرفته به سوی زلالت و گمراهی برد، و او مقصد ندارد مگر هلاک کردن آنها و فساد در بینشان. پس برای مسلمان واجب است که نفسش را از وسوسه های شیطان سپر بکند، هر مکر و فریبش را از خود دور کند، و از مهمترین راه شرعی در نگاه داشتن خود از وسوسه های شیطان، یکم طلب یاری از الله سبحانه و تعالی و پناه جستن به او از شیطانی رانده شده، و پناه جستن از وسوسه هایش و کبرش و شعرش. الله سبحانه و تعالی فرمود و بگو ای پروردگار من، از دغدغه های شیطان به تو پناه میبرم، و به تو ای پروردگار من پناه میبرم از آن که پیش من حاضر شوند. سوره مؤمنون آیت 97 و 98. دوم، به خود لازم گرفتن ذکر الله سبحانه و تعالی، به مثل سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم، لا اله الا الله، الله اکبر. زیرا شیطان در وقت ذکر و یاد پروردگار کردن از نزد شما میگریزد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند وقتی شخص وارد خانه خود می شود و هنگام داخل شدن و نیز در وقت خوراک خوردن الله را یاد می کند، شیطان به دوستان خود می گوید اینجا جای خواب و خوراک شب ندارد. و وقتی که شخص داخل خانه خود می شود و نام الله را به زبان نمی آورد، شیطان می گوید امشب جای خواب پیدا کردید. و چون بنده وقتی خوراک خوردن الله را یاد نکند، شیطان میگوید هم جای خواب پیدا کردید و هم خوراک شب. حدیث با روایت امام مسلم. سوم، بسیار قرائت قرآن کردن، خاصتا سوره بقره، اخلاص، فلق و ناس و آیت الکرسی. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند بیگمان شیطان از خانه فرار میکند که در آن سوره بقره خونده میشود. حدیث با روایت امام مسلم. چهارم، دانستن راه های شیطان، درآمدگاه های شیطان و از آن حذر کرده خود را دور گرفتن. تمام فحشا و منکر از راه و عمل های شیطان است. الله سبحانه و تعالی فرمود ای مؤمنان از پی راه های شیطان مروید، و هر کی پیروی راه های شیطان بکند به درستی که وی به بی‌حیایی و کار ناپسندیده می فرماید. سوره نور آیت 21. پنجم، سعی بکند تا پشیمان شود و توبه بکند و به سوی الله تعالی بازگردد. الله سبحانه و تعالی فرمود به درستی که پرهیزگاران چون از شیطان وسوسه به آنها برسد الله را یاد میکنند، پس ناگهان آنها بینا میشوند و برادرانشان آنها را در گمراهی میکشند و هرگز باز نمی ایستند. سوره اعراف آیه 101 و 102.